I studied filmmaking in the US during the 70s. Recently, I've been doing talk shows on the voiceless dissidents, those that deserve to be heard but are silenced by the corporate media. The Treasury Department of the present Trump administration sanctioned me and my colleagues. Must have harassed them. We'll continue the show right here from my home. I am Nader Talibzadeh on Nader's show. Greetings. Today we are conducting an interview with General Hajizadeh, head of Iran's IRGC, Aerospace Force. We will talk about the U.S. super spy drone that Iran downed on June 20th. We will continue the conversation with questions from Philip Giraldi, former CIA officer, Pepe Escobar, author and writer, and Michael Malouf, former Pentagon officer and political analyst. On June 20th, 2019, an MQ-4C drone belonging to the U.S. Army entered air borders in Hormozgan province, south of Iran. The Iranian Revolutionary Guards, after sending several warnings, shot down the drone. This triggered a variety of reactions all over the world. One of the most significant reactions was the U.S. President's announcement that the U.S. Army intended to hit different sites in Iran, which he had stopped 10 minutes before the strike. He also appreciated Iran for not shooting down a manned aircraft. In this episode, Nader Talibzadeh has reached out to the commander of the Iranian Revolutionary Guards Aerospace Force, General Amir Ali Hajizadeh, to discuss different aspects of the incident. Nader has received several questions from Philip Giraldi, a former CIA counterterrorism specialist and military intelligence officer, Michael Malouf, a former Pentagon officer, and Pepe Escobar, an international journalist and author. Nader will ask these questions from General Hajizadeh. بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم جناب صدر، خیلی لطف کردید. واقعا مشتاق بودیم و مدت‌های مدید. توفیقی برای ما. خواهش می‌کنم. این ماجرایی که سر موضوع توانایی ایران در بازدارندگی و در بخش هوا فضا که جناب علی مسئول و رأس این امور هستید، هم برای مخاطب داخلی و هم برای خارجی و برای خبرنگاران برای مفسران خارجی خیلی پر اهمیته و یه بخشی از برنامه ما امروز معطوف به چند سوالی است که چند نفر از این کارشناسای مطرح میکنند جناب علی. ولی قبل از اینکه به اون موضوع برسیم، اینکه الان رأس اخبار هستش در جهان توان بازدارندگی ایران و یک چیزی که تحقیقاتی همه اطلاع دارن در موردش و آخرین پدیده هم همون سرنگونی اون پهپاد جاسوسی آمریکا بود در 20 ژوئن، این رو شما میدونم مفصل صحبت کردین در موردش. امروز که داریم صحبت میکنیم، 2 ماه گذشته از اون حادثه و تا جا افتاد که آمریکا نمیتونه جوابی بده، پاسخی بده. نگاه خود شما به عنوان فرمانده، اینکه ایالات متحده آمریکا یه سفیر جاسوسی میفرسته از اون طرف اقیانوس اطلس به خاورمیانه و به خلیج فارس و شما با من یک سرباز نظام جمهوری اسلامی، تعبیرتون و نگاهتون به این جور نگاه هژمونیک آمریکا و عملا عکس العملی که شما نشون دادید رو از اینجا میخواستم شروع کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از جناب علی و خوشحالم که به هر حال حالا این صحبت ها چون به ویژه در خارج از کشور و امریکا پخش میشه، خوبه بعضی از مطالب رو مستقیم
ملت امریکا، اروپایی ها و کلن خارجی ها از ما بشنون. من قبل از اینکه به محتوای این سوال شما و پاسخ به این بپردازم، خوبه به این اشاره بکنم که به هر حال اگر در نقشه جهانی یک نگاهی مردم آزاده جهان امریکایی ها بندازن، فاصله بین ایران و ایالات متحده امریکا حدود متوسط حدود 12,000 کیلومتر فاصله داریم. 12,000 کیلومتر بین ما و امریکا فاصله هست و امریکا این فاصله رو طی کرده، اومده در نزدیکی مرزهای ما پایگاه های ایجاد کرده و مشغول جاسوسیه، هواپیمای جاسوسی اونها پرشمار در بیرون از مرزهای ما مشغول پرواز هستن. خب همه میدونیم که به هر حال برد اطلاعاتی و جمع‌آوری هواپیماهای جاسوسی چه با سرنشین چه بدون سرنشین عدد قابل توجهیه. خب در این حادثه اخیر ما در واقع از خودمون دفاع کردیم، یعنی هواپیمای MQ-4C امریکایی که هواپیما پیشرفته جاسوسیه وارد فضای ایران شد. بله چند کیلومتر بیشتر نبود، در حد چند کیلومتر، ولی به هر حال یه متر هم ما نمیتونیم تحمل بکنیم و اگر قوانین بین المللی اجازه میداد در فاصله دورتر حتما این کار رو بیکردیم. خب به این هواپیما 4 بار ما اخطار دادیم، خود پنتاگون همین رو تایید کرد، 4 بار اخطار دادیم که شما نزدیک شدید، وارد آبهای سرزمینی ما شدید، وارد فضای ایران شدید. خب توجه نکردن. این قضیه البته سابقه داره، در گذشته هم این بی‌توجهی‌ها رو می‌کردن. خب ما اون شب مواجه با چند هدف بودیم. یکی از اهدافی که ما می‌توانستیم مورد اصابت قرار بدیم هواپیمای P-8 جاسوسی امریکا بود که اون هم حدود 35 نفر سرنشین داشت. برای ما هر دو در یک شرایط بودن، میتونستیم اون رو بزنیم ولی این کار رو نکردیم. و سوال من واقعا از مردم آمریکا این هست که به هر حال ببینید این چیزی که رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ اعلان کرد و مسئولین امریکایی هم دارن دائما تایید میکنن، در این سالهای اخیر 7 تریلیون دلار توسط امریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا هزینه شد. در منطقه‌ای که عرض کردم 12,000 کیلومتر فاصله داره از امریکا، یعنی مسئله امنیت امریکا دیگه بس اینجا مطرح نیست. به هر حال انسان موقعی که کشوری بخواد از امنیت خودش دفاع کنه، خودش با یک مقداری ممکنه حاشیه هم سرمایه گذاری بکنه، ولی 12,000 کیلومتر خیلی مفهوم جدی نداره. خب امریکایی توی منطقه الان سالیان سالی که حضور پیدا کردن، البته سابقه اشغالگری در منطقه، در افغانستان، در عراق، در منطقه خب توسط انگلیس ها، توسط روس ها در گذشته بوده، ولی خب اونا هم نتونستن ادامه بدن، اونا هم نهایتا اخراج شدن از منطقه و یقینا امریکایی ها هم اخراج خواهند شد از این منطقه و این هزینه و پولی هم که خرج میکنن خاصیتی برای اونا نخواهد. از پول مالیات دهندگان امریکا این پول اومده اینجا، هزینه شده، پایگاه‌های ایجاد شده. خب حالا چه دستاوردی داشته؟ خود رئیس جمهور ترامپ که گفت برای ما که دستاوردی نداشته، ایشون شاکی هستن از این قضیه، شکایت دارن، ولی برای منطقه ما خیلی آسیب داشته. ما الان در افغانستان شاهد جنگ داخلی هستیم، ما شاهد هستیم در عراق کشتار عظیمی تو این سالهای گذشته اتفاق افتاده، در منطقه ناامنی، بیماری، محیط زیست از بین رفته و توسط همین پولهایی که امریکایی آوردن گروه‌هایی مثل داعش درست شده، مثل القاعده درست شده و نهایتاً الان در مردم جهان متوجهن که امریکا این پولو خرج کرده، اومده از عربستان داره حمایت میکنه، عربستانی که ولیعهدش دیگه قاتل آیه قاشقچیه و همه دنیا هم فهمیدن. خب این چه وجهی برای امریکا درست میکنه؟ و من سوال میکنم از ملت امریکا، از مسئولین امریکایی سوال میکنم، آیا ما اگر با هواپیمای پهباد، با هواپیما بدون سرنشین بیایم در سواحل امریکا پرواز بکنیم، اونا چه عکس‌العملی نسبت به ما نشون میدن؟ یعنی اگر ما بیایم اونجا مشغول همین کارهایی که امریکا در منطقه است، آیا اونا تحمل میکنن؟ و طبیعیه که ما هم تحمل نمیکنیم. و
نکته دیگر مطرح کردن که حالا آقای ترامپ چند دقیقه قبل از عملیات و حمله به ایران در پاسخ به سرنگونی این بعباد جلوی این کار رو گرفت. من عرض میکنم که این هم واقعیت نیست، این خلاف واقع است. ببینید، ممکنه در ارتش امریکا در سیاسیون مثلا بحث کرده باشن، ولی اصلا به تصمیم نرسیدن. چرا؟ چون ما از خودمون دفاع کردیم، هواپیمای جاسوسی امریکا رو سرنگون کردیم. اونا به چه بهانه‌ای می‌خواستن به ما حمله بکنن؟ اگر حمله می‌کردن، من همونطور که در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کردم، ما پایگاه‌های امریکایی رو مورد ضربات موشکی قرار می‌دادیم. ما از قبل آماده بودیم. پایگاه امریکا در العدید در قطر، پایگاه امریکایی در ظفره امارات و یکی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، اینها ما هدفگیری کرده بودیم. اگه می‌زدن ما می‌زدیمشون. خب اونا می‌دونستن، اشراف اطلاعاتی دارن، متوجه بودن. و اگر این اتفاق می‌افتاد، خب این درگیری ادامه پیدا می‌کرد، تشدید می‌شد. و خب البته یه چیز، یه بچه اشتراک بین ما و امریکایی هست، چون نه اونا دنبال ایجاد جنگن نه ما، هیچ کدوم دنبال جنگ نیستیم. ولی خب درگیری ناخواسته ممکنه واقعا منجر به جنگ بشه. یعنی منطقه ما به واسطه التهاباتی که داره، وضعیت حساسی که داره، واقعا یه انبار باروته. یعنی موقعی که این تماس‌ها خیلی نزدیک بشه و نیروها خیلی به هم نزدیک بشن، ممکنه بر اساس یک سوء تفاهم تبدیل به درگیری بشه. یعنی ممکنه سران حکومت ایران، نظام ایران و امریکا هیچ کدوم دنبال جنگ نباشن، ولی اون نیروها، یگانهایی که در تماس هستن با هم دیگه در منطقه، ممکنه اینها وارد جنگ ناخواسته بشن. و خب طبیعیه که عقل حکم میکنه امریکای فاصله بگیرن. ما به واسطه دشمنی های امریکا الان خب سالیان سال درگیری یک جنگ اقتصادی هستیم. یعنی امریکایی ها تحریم هایی رو بر ما تحمیل کردن، فشارهایی رو تحمیل کردن، مردم ما رو عصبانی کرده. نه اینکه حالا به لحاظ اقتصادی به مشکل، بله ممکنه نفت نتونیم بفروشیم، ولی بالاخره مردم دارن زندگیشون رو میکنن. این دشمنی امریکا برای ما قابل تحمل نیست. و خب اون نیروی سرباز، افسر، اون جنرالی که در مرز هست، ممکنه به هر حال از اون اختیاراتی که داره استفاده بکنه و این ممکنه تبدیل به درگیری بشه، تبدیل به جنگ بشه. و ما توصیه‌مون اینه که واقعا مردم امریکا از مسئولینشون سوال بکنن، بخوان که بالاخره گزارش بدن این پول‌هایی که آوردن تو منطقه خرج کردن چه نتیجه گرفتن، چی حاصل شده، آیا منافع اقتصادی بر اونا داشته؟ آیا امنیت برای کشورهای منطقه ایجاد کرده؟ آیا ما هیچ نمی‌بینیم؟ ما غیر از ناامنی و دشمنی چیزی ندیدیم در منطقه. یکی از سوالایی که آقای مایکل معلوف می‌پرسد، جناب عالی هم در ادامه همین مطلبی که می‌فرمایید، او سوال می‌کنه که عرض کنم که شایع میکنن که این تصمیم ایران نبوده برای زدن پهپاد، بلکه یکی از نیروها به صورت خودمختار و سرخود این کار رو انجام داده. و این میپرس، سوال ایشون از جناب عالی بودش که ماجرا و روند تصمیم گیری، یعنی اینکه این شایع میکنن که خود سر یه نفر زده، آیا همچین چیزی میتونه باشه؟ نه به هیچ وجه این صحت نداره. ببینید، ما یک سری دستورالعمل‌هایی رو به یگانه‌هامون دادیم. مثلا گفتیم که اگر به شما، مثلا فرض کن هواپیمایی تو این شرایط با این مثلا وضعیت اگه به این محدوده وارد شد، در این حد مثلا نزدیک شد هشدار بدید، در این حد اگر وارد شد مقابله کنید و بزنید. به یگانه‌های دیگه، ببینید ما یک سری اختیارات رو طبیعتاً در سطح سازمان‌های ارتش سپاه داریم، یه اختیاراتی در نیروها هست، یه اختیاراتی هم به اون یگانه‌هایی که در مرز هستن دادیم. یعنی مختاره که بله بله. ببینید، ممکنه زدن یک موشک مثلا فرض کن نیاز به تصمیم‌گیری تو سطوح بالا داشته باشه. اینو در تمام دنیا اینجوریه.
یه هواپیمایی میخواد بره یه جایی بمباران بکنه، این قبلش باید تصمیم گیری بشه. ولی دفاع و پدافند هوایی ممکنه توسط یک افسر جز پای سیستم نشسته، موقعی که شرایط شناسایی میکنه، کنترل میکنه، کشف میکنه، میبینه که این خودی نیست، وظیفه مقابله دستورالعمل داره، باید مقابله کنه. این اصلا اینجوری نیستش که، یعنی سلاح‌های آفندی مدیریتش و مقررات حاکم بر اون یک جوره، سلاح‌های پدافندی کاملا متفاوت. یعنی اختیارات هر چه در سیستم‌های آفندی به سطوح بالا در واقع متوجه هست، در سیستم‌های پدافندی در سطوح پایینه. یعنی اون فرد بعد از اینکه مثلا فرض کن بنده فرمانده نیروی هوا فضا هستم، من بعد از اینکه شلیک شد، هواپیما سرنگون شد، مثلا بعدش من مطلع شدم، مثلا از قبلش اصلا اینجوری نبود که مثلا ما بیدار باشیم، آماده باشیم، دستور بدیم. نه، اون نیروهایی که در مرز هستن خودشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن، یعنی اختیارات دارن. یعنی این قسمت شاید خیلی برای حتی برای بنده مفهوم نبود که این آتش به اختیار بود، با دستوراتی از قبل داده شده بود. برابر مقررات آتش به اختیاره. بله. برابر مقررات. بله. یعنی مثلا ما چند سال پیش هم یه هواپیمای جاسوسی اسرائیل رو تو نتنز مرکز کشور مورد اصابت قرار دادیم، سرنگون کردیم. بله. اونم خب اختیار داشتن اونجا نیروها و در محدودهشون وارد شد و طبیعتاً مقابله کردن، زدن. بله. این تکنولوژی که در این پهباد آمریکایی بود، پهباد جاسوسی آمریکایی بود که میگن چند دونه بیشتر اصلا وجود نداره، نساختن. این رو آگاه بودن که در واقع دارن یک سوپر پهپاد رو دارن میزنن. بله بله بله. ببینید، یکی از پیش نیازهای مقدماتی برای مقابله شناسایی اون نیروهایی که تو منطقه بودن، خب بالاخره هواپیما رو شناسایی کردن. حالا این که مثلا ببین گلوبال هاک در واقع آرکیوفور با MQ-4، این ورژنی با هم اختلاف دارن. ممکنه مثلا نیروهایی که اونجا بودن متوجه شدن، اونایی که مثلا رسانه‌ای کردن مثلا این دوتا رو با هم چون ظاهر شبیه همه تفکیک نداده باشن، ولی نه اصلش رو فهمیدن، نوعش رو فهمیدن، ممکنه با دقت بیشتر ورژنش رو مثلا بعدا تشخیص دادن، ولی اصلش رو حتما شناسایی کردن و بعد مورد حساب دادن. به منم که اطلاع دادن بلافاصله، به منم گفتن که هواپیمای به اصطلاح از این نوع MQ-4 بود و هواپیمای جاسوسی فوق‌العاده بزرگ. شما تصور میکردید که آمریکا هیچ عکس‌العمل نشون نده؟ من درصد خیلی ناچیزی احتمال میدادم که عکس‌العمل، یعنی مثلا شاید در حد 1-2%. چرا؟ چون ما 4 بار هشدار داده بودیم. ما که نرفته بودیم به اصطلاح مثلا بالای پایگاه‌های اونا بزنیم. ما در فضای کشور خودمون این کار رو ببین، 4 بار ما هشدار داده بودیم و خود اونها متوجه هم مثلا موقعی که P8 نزدیک این هست فهمیدن ما اون بازنشین رو نزدیم. این یعنی جنبی اختیار داشت به امریکا. بله. یعنی درست یه هواپیما فوق‌العاده بزرگ رو از دست دادن، ولی کسی کشته نشد، این اختیار بود. و آقای ترامپ هم از ما تقدیر و تشکر کرد به خاطر اینکه ما در انتخاب ترجیح دادیم بدون سرنشین رو بزنیم. بله. و ما وظیفه قانونی و حقوق قانونی خودمون رو عمل کردیم. و خب اگر اونها عکس العمل نشون میدادن، کار هیجانی میکردن، کار غیر حرفه‌ای میکردن، مثلا میومدن حتی یک جای خالی رو هم بمباران میکردن، حتما ما پاسخ میدادیم. این دیگه اختیارش با منه و من به یگانها در واقع بلافاصله آماده باش دادم و گفتم اگر زدن باید بزنید. یعنی به فاصله کوتاهی ما میزدیم و خب اونا آمریکایی‌ها بالاخره تو ارتش و اینا میشینن حساب میکنن، یعنی برای هر کاری یه بازی جنگ میکنن، شبیه سازی میکنن. اگر که اونها میزدن میدونستن، یقین داشتن ما جواب میدادیم. به جواب ما اگر اونا مثلا جواب بدن، خب دیگه تبدیل به جنگ میشد. اگر جواب نمیدادن، خب بدتر میشد. اینه که در همین حد پذیرفتن و به نظر من منطقی برخورد کردم با این قضیه. بله. یه سوال دیگه که یکی از خبرنگارای برزیلی، نویسنده برزیلی به اسم آقای پپو اسکوبار است، چندین سوال کردن که سوالش رو مطرح میکنم. میگن که
این دستاوردهای فنی ایران مثل سوم خرداد اینها رو ایران شایع میکنن که از خارج گرفته. این روند فعالیت صنایع نظامی ایران که منجر به خودباوری شده که بتونن چنین فناوری رو توسعه بدن رو بسازن، این اگه توضیح بدین که یک پدافندی مثل سوم خرداد، اینکه شایع ممکنه شایع بکنن که ممکنه قطعاتش از خارج اومده باشه و بومی نباشه، این رو یه توضیح بفرمایید. ببینید، ما الان تو کشور تقریبا 40 سال در تحریم تسلیحاتی است، یعنی در دوران جنگ 8 ساله تحریم بودیم، در 30 سال اخیر هم کاملا تحریم است. تقریبا چیز زیادی ما نتونستیم از دنیا بخریم بیاریم و الان شما نگاه بکنید قطعات خودرو ما تحریمه، خودرو سواری. یعنی فرانسوی ها بعضی از کشورها که باشون قرار دادن داریم قطعات خودرو به ما نمیدن، قطعات هواپیما ما تحریمه و بسیاری از چیزهای پیش با افتاده رو تحریمه. خب طبیعیه که تو بخش تسلیحاتی فروشنده انقدر زیاد نیست، انقدر دست باز نیست و ما هم نتونستیم در این سالها چیزای ساده است و مخورداد بذارید که مثلا فرض کنید رادار جستجو، هر کشوری برای دفاع از خودش نیاز داره و ما با اون رادار جستجو نمیتونیم به جای حمله بکنیم، فقط تشخیص میدیم و هواپیمای میاده. این رو هم به ما ندادن و نمیدن. و امروز خب حالا این آثار بد زیاد داشته، بالاخره به لحاظ ما در جنگ 8 ساله به خاطر اینکه تسلیحات نداشتیم خب خیلی صدمه دیدیم، خیلی شهید دادیم، خیلی صدمه دیدیم، ولی به هر حال حسنش هم این بود که ما خودکفا شدیم الان. و خب بالاخره الان ما نمیدونیم اینو باور کنیم که به ما میگن که شما ندارید و خارجی خرید بیرونه و مربوط به خودتون نیست، خودتون نمیتونید تولید کنید، از اون طرف ما رو متهم میکنن که ما به یمنی‌ها کمک میکنیم. بالاخره ما تولید کننده هستیم یا نیستیم، اینا بومی هست یا نیست. ولی من خدمت شما عرض بکنم که ما فقط اگر یک مصیبت خرداد رو مطرح کرده باشیم، حالا باورپذیریش ممکنه آسون باشه سخت باشه، فقط موشک زمین به زمین باشه، فقط در بخش هواپیما بدون سرنشین باشه، اگر در سیستم‌های جنگ الکترونیک باشه، شناوری باشه، ما تعدد تسلیحات و تجهیزاتی که بومی داریم به یکی دوتا قد نمیشه که هزاران نوع سلاح الان در داخل کشور تولید میشه و اینا با آوردن و واردات جور در نمیاد. ما خودکفا شدیم و روز به روز هم انشالله برای این خودکفایی و پویایی اون ادامه خواهیم داد. انشالله. عرض کنم که یک سوالی که آقای مایکل معلوف که خودش در حد سرهنگ پنتاگون هست و از بعد از اینکه انتقاد وسیع میکنه از عمل کرده امریکا در عراق از کار برکنار میشه و امروز از منتقدین مطرح امریکایی است، یه سال دیگه از جنرالی داره میپرسه که همه میدونیم که این داعش ساخت و پرداخته امریکاست، خود سازمان سیا هم اعتراف کرده، مسئولین امریکایی هم اعتراف کردن و دارن تجمع و به اصطلاح پاکت هایی از مقاومت تو منطقه ایجاد میکنن برای مقابله با ایران. شما فکر سوالشونی که به نظر شما این احتمال میدین که یک درگیری بزرگی بین ایران و این گروه های مختلف که آمریکا الان داره حمایت میکنه و تظاهر میکنه که حمایت نمیکنه پیش بیاد؟ ببینید، ما در طی 7-8 سال گذشته اصلا با اینا درگیر بودیم، کشور عراق، کشور سوریه، لبنان، ایران، کشورهای منطقه همه درگیر بودیم و خب الان با بقایای اونها ما درگیریم، یعنی بخش عمده از بین رفته و اینا در منطقه پراکنده شدن، ولی ما میدونیم که توسط امریکا اینها مورد حمایتن و در دوره هم که درگیر جنگ بودن برای اینا بارریزی میکردن، حمایت میکردن، فرماندهانشون جابجا میکردن، کمک میشدن و زیر دید تیر امریکایی قاچاق نفت عراق رو انجام میدادن، نفت خام میبردن میفروختن.
اینا مورد حمایت امریکا هستن، در افغانستان الان مورد حمایت امریکا هستن و ما درگیر هستیم، ولی دیگه درگیری بزرگتر از درگیری های گذشته نخواهد بود. اینا بخش عمده شون مزمن شدن از بین رفتن. یه سوالی هستش که آقای عرض کنم که فیلیپ جرادی که یک شخص امنیتی هستش تو امریکا میپرسه، میگه که آیا اساساً، خلاصه سوالش اینه، آیا اساساً شما احتمال رویارویی نظامی ایران و امریکا رو میدهید یا خیر، زیرا ترامپ و دولتش سعی دارن این اتفاق رو نزدیک نشان بدن که این احتمال هستش که پیش بیاد، ولی ایران و بسیار از کارشناسان معتقدن که شرایط منطقه و استقامت دفاعی ایران امکان درگیری نظامی رو نمیده و گزینه نظامی از روی میز امریکا حذف شده. تحلیل شما در این مورد چی هستش؟ ما وضعیت ارتش امریکا رو و اراده سیاستمداران امریکا رو بر جنگ نمی‌بینیم. منتها اینها همه برمیگرده به یک تصمیم دیگه. حالا بالاخره ممکنه تا این لحظه اونا تصمیم ندارن، ممکنه در آینده بخوان تصمیم بگیرن. ما شرایط امریکا رو، پایگاه های امریکا، ارتش امریکا، وضعیت روحیه فرماندهان و سربازان امریکا رو در این حد و حدود نمیبینیم. منتها ما برای خودمون یه وضعیتی قائل هستیم، اینم با تدبیر مقام معظم رهبریه و هم قبول کردیم این رو. ما همواره وضعیت آینده رو بهش بدبینیم، یعنی میگیم جنگ بزرگ پیش رو داره. ما برای خودمون در نیروهای مسلح همیشه اینو قائلیم، یعنی خودمون رو همیشه برای جنگ آماده کردیم و داریم آماده میکنیم. یعنی اگر واقعا هر ملت عاقلی هم اگر بخوان جنگ رو دور بکنن، رایش اینه که خودشون برای جنگ آماده بکنن. ما همیشه برای این اساس آمادگیامون رو، توسعه توانمون رو، کار اطلاعاتیمون رو، کار عملیاتیمون رو برای این اساس داریم پیش میبریم. ولی واقعیت صحنه ما در شرایط امریکا و وضعیت امریکا این رو نمیبینیم. یعنی احساس ما اینه که نه سیاستمداران امریکایی، نه مسئولین نظام ها، هیچ کی دنبال جنگ نیست. ولی حالا اگر همین اتفاقی که راجع به این هواپیما بدون سرنشین افتاد، سوء تفاهمی بشه، تبدیل به درگیری بشه، این درگیری توسعه پیدا بکنه، اون یه مقوله دیگه است. برای شما همیشه آماده هستید؟ بله، ما همیشه آماده است که یک جنگ بزرگی پیش بیاد. بله، ما آماده هستیم. عرض کنم که یک سوال دیگه هم آقای پپه اسکوبار کرده، از سوال زیادی که هستش یک سوال دیگه هم سوال خوبیه به نظر من. میگه که پیام کلیدی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میخواد تا مقامات آمریکایی و از همه مهمتر افکار عمومی جهان از آن مطلع بشن چیه؟ ببینید، ما که با مقامات امریکایی خیلی بحثی نداریم، اصلا صحبتی نداریم، چون مقامات امریکایی نه به چیزی تعهد دارن، نه اعتقادات محکمی دارن، نه به فکر ملت امریکا هستن، نه به فکر ملت سایر دول که در منطقه حالا ما باهاش درگیر هستیم. اونا به فکر پولدار امریکا هستن، به فکر همون 1%ی ها هستن و ما اعتقاد داریم که مردم امریکا در اسارت سیاستمداران و حاکمان امریکا هستن، که عده کمی در اسارت سرمایه‌داران امریکایی هستن. امریکا خب کشور بزرگیه، ثروتمند، قدرتمنده، ولی به واسطه یه عده محدودی که واقعا به فکر منافع خودشون هستن، که همون 1%ی هستن، واقعا خیلی داره مزمحل میشه. مسیر افول رو الان ما داریم میبینیم واقعا داره طی میکنه، که دیگه طوری که ببینید به لحاظ اخلاقی همه چی رو از دست دادن. اینا میان از یک قاتل دارن حمایت میکنن، به خاطر پول عربستان اینگونه دارن از این کسانی که واقعا داعش، خب بالاخره با کمک عربستان و کشورهای مرتجع منطقه شکل گرفت، از اینا دارن حمایت میکنن، از القاعده دارن حمایت میکنن. واقعا افتادم به انحطاط اخلاقی. من حالا واسم یک مطلب دو مطلب بکنم، عکس عمل شما رو در مورد این مطلب بپرسم. اخیراً یعنی دو سه روز پیش خبر اومد که ارتش آمریکا
دسته‌های ورق برای ورق بازی، چون سربازاشون بیشتر اوقات که توی ماموریت هستن تو اوقات بیکاری ورق بازی میکنن و تو این ورق‌ها تمام سلاح‌های ایرانی رو گذاشتن دونه دونه، مثلا تانک ذوالفقار تو مثلا توی ورق مثلا خشت یا هر چی که هستش، بعد مشخصاتش چهار طرف ورق اومده که بردش نوع توپش 120 میلیمتری، بردش 4 کیلومتر، زرهش چیه. تمام سلاح‌های ایرانی رو گذاشتن رو ورق و اینا رو چاپ کردن که سربازاشون که ورق بازی میکنن با سلاح‌های ایرانی آشنا بشن. شما عکس‌العمل‌تون نسبت به این موضوع چیه؟ ببینید آیه بولتون خود 4 ماه پیش بود، بحث اعزام ناو امریکایی، ناو هواپیما بر رو مطرح کرد، اعزام هواپیما به 52 رو، یک شو را انداخت. ببینید من میخوام بگم این سربازا و نیروهای امریکایی هم الان واقعا اسیرن دست سیاسیون. اینها رو از دریای مدیترانه فرستادن، اینا قرار بود بیان داخل خلیج فارس. الان من سوال میکنم مردم امریکا پیگیری کنن ببینن این ناو الان کجاست. این 4 ماه آوارن اینا تو دریای عربی. اینا قبلا میمدن میرفتن به اصطلاح تو هم کشورهای عربی، امکاناتی داشت اینجا. الان یک مناطق بی آب و علف رو برای ملوانای امریکایی دیدن کجا؟ تو عمان. اینا میان میرن اونجا. یعنی واقعا نیروهای نظامی امریکا متوجهن، فرماندهانشون متوجهن، افسران و سربازاشون متوجهن. حالا شما میگید حتما این ورقا رو میگیرن بازی میکنند و به ریش مسئولینشون میخندن. الان توییت های اینا رو ما کنترل داریم میکنیم، فوش میدن به مسئولینشون، فوش های رکیک میدن. اینا رو آوردن، شما حساب کن چند هزار نفر آدم چند ماه تو دریا میخوان اینا تحمل کنن این شرایط رو. برای مرخصی بعضی موقع میان یه جای بی آب و علف اینا رو برمیدارن میبرن اونجا و اینا تحت فشارن. نیرویی که با این روحیه باشه که نمیشه جنگید، که نمیتونه بجنگه. که ضمن این که من خدمت شما عرض بکنم، همه دنیا بشنون، ما علاوه بر پایگاه های امریکا در مناطقی که بالاخره در افغانستان و در عراق و در کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و اینها هستن، ما همه شناورهای اونها، ناوهای اونها، رزم ناوهای اونها، همه اینا رو تا فاصله 2000 کیلومتر زیر آتش موشکامون داریم و دائما داریم رصد میکنیم. اینا فکر میکنن اگه 400 کیلومتر از ما دور شدن اینا زیر آتش ما نیستن. هر نقطه باشن فقط کافیه جرقه جنگ زده بشه، ما اول ناواشون رو میزنیم، اول ناواشون رو میبریم زیر آتش، پایگاه هواییشون رو میزنیم، پایگاه زمینیشون رو میزنیم. و به نظر من بی خودی دارن هزینه میکنن. امریکا باید جمع کنه اینجا بره. اینجا دیگه ایران، دیگه ایران 30 سال پیش نیست. ایران، ایران قدرتمندیه. یه روزی هواپیما میومد مثل حادثه طبس تا مرکز کشور. ما امکانات نداشتیم، رادار نداشتیم، سیستم پدافندی نداشتیم، سیستم های موشکی نداشتیم. خیلی فرق کرده. هواپیمای ایرباس ما رو زدن با 290 نفر مسافر. خب ما خیلی نتونستیم عکس العمل نشون بدیم، ولی امروز اون روز نیست. امروز ما قدرتمندیم و حتما پاسخمون قدرتمندانه و قوی خواهد بود. یک دیگه آخر سوال من اینه که ایران نفوذ پدافندیش تا کشورهای خیلی دور رسیده و باعث نگرانی شدید آمریکا و اسرائیل و عربستان و اون محور شرارتی که الان هستش. این قدرت پدافندیه که از تکنولوژی که در همین مرکز شما میاد، این رو مثل اینکه فلبداهه و به طور طبیعی توسعه پیدا کرده و به جای مختلف رفته و توانایی اونها رو بالا برده به صورتی که همه رو نگران کرده و یه آینده ای رو داره ترسیم میکنه برای منطقه فرای ایران. ما ببینید اصولا این مطلبی که دارم عرض میکنم، ما این تعالیم دین اسلام، ما به مظلومین جهان باید کمک کنیم. اگر
در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در یمن اینها مورد تهاجم دشمنان هستند و دارن توسط امریکا هم دارن حمایت میشن، توسط خیلی کشورهای اروپایی دارن حمایت میشن. ما وظیفه‌مون از اینا حمایت بکنیم، هر چقدر در توانمون باشه ما در کنار محور مقاومت هستیم. ما حتما به فلسطینی‌ها کمک میکنیم، ما حتما به لبنانی‌ها کمک میکنیم و حتما به یمنی‌ها کمک میکنیم. حالا محاصره است، مشکلات است، محدودیت است، ولی هر چقدر در واقع برای امکان فراهم بشه حتما ما کنار محور مقاومت هستیم و از این مظلومین حتما کمک میکنیم. و الان ایران شدن یک ائتلاف، یعنی اینجوری نیستش که دیگه مثل گذشته بشه. ما قبلا تنها بودیم، بعضی از اینا هم گروه های کوچیک و تنها بودن، الان ما یک ائتلاف هستیم در کنار هم دیگه. یعنی اینجوری نیستش که امریکا یک کار اینجا بکنه آثارشو در لبنان نبینه، یا یک کار اونجا بکنه. حتما اینا، ما ظروف مرتبطه به هم هستیم و در کنار هم هستیم دیگه. اون دوران بزندر رو تموم شد، اجازه نمیدیم دیگه ظلم بکنن و یک پارچه در مقابل امریکا حتما میستیم و ایستادیم. خیلی ممنون شما، سلام شما، خیلی خیلی متشکرم. We hope you have enjoyed this special session with General Hajizadeh. Until our next program, we bid you farewell.